پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است. عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان نامه گستران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب، پسر عبدالمطلب، پیمان نامه را او نبسته تا بخواهد رای به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزا و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف می زند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی اعتبار کنید؟ در ملأ عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزد؟ و چون حجتی ندارند؟ پس بدان ابو طالب، پایان این پیمان نامه زبانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد، پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که راه سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید به راستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدی است آشکار. سیز و ساهران از اهنامی سربسته با خبر است. اصحای موسا را هم چوب ساهری دانستن، باورش نکردن، جادوگرش نامیدن، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر. ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه ای نمیدونم که با هم رفادار بماند. این نشانه پیروزیان هست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن،
تیغ تو هنوز میبرد. تا وقتی ابو طالب حامی محمد است